با درودی بکنم بار دیگر با شما هستیم در برنامه دیگر از پادیاوند سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و راهبردی. جستار امروز نقش ایرانیان داخل و خارج کشور در این دگرگونی عظیم و رستاخیز ملی و برداشتن اشغالگران اسلامی از ایران زمین به چگونه است. در کنار من دو مهمان آشنا داریم، جناب اشکان تشکری و جناب مهندس ساگینه. به منو خوش آمدید دوستان عزیز. درود بر شما. آنچه که مطرح میشه بر این استش که نقش ایرانیان برون مرزی و درون مرزی رو به چگونه شما مینگرید. جناب آقای تشکری بفهمید. ببینید، هر ایرانی که در خارج هست اولین علتش اینه که از شرایط موجودی که پیش آمد راضی نبود یا جانش در خطر بود و مجبور بود کشور رو ترک کنه. بعد از اون مردم به دلایل گوناگون، به خاطر جنگ، به خاطر فشارهای اجتماعی، به خاطر فشارهای اقتصادی و دلایل سیاسی دیگه از کشور خارج شد. هیچ کس نمیدونه دقیقاً ما چه تعداد در خارج هستیم. حدسای گوناگون بین 5 میلیون، 3 میلیون تا 8 میلیون هست. ولی ما آمار دقیق نداریم. اما به هر حال ایرانیایی هستن در خارج. ایرانیایی هم اصلا در داخل هستن. من فرض رو میذارم که من در داخل ایران گیر کردم، نتونستم از خارج، با وجود که جونم در خطر بود و رود ارس رو شنا کردم به شوروی رفتم، چون اگه میموندم حتما الان پودر شده بودم. بنابراین من فرض میذارم که من نتونستم از ایران خارج بشم، مجبور بودم زیر سلطه این اشغالگران زندگی کنم. انتظار من که در داخل زندگی میکنم و هیچ جا امکان بیان نظراتمو ندارم، از کسانی که خارج هستن و آزادن و احتمالاً میکروفون هایی در اختیار دارن چی باید باشه؟ من میخوام از دید کسانی که در ایران زندگی میکنن، مادر من سالهای سالی که از دست دادم متاسفانه، ولی میگم مادر من در ایرانه، در این فشارهای روزمره داره زندگی میکنه، اون انتظارش از من فرزندش که در خارجم چیه؟ من باید چه کار بکنم برای اون؟ من این پرسش رو میکنم از ایرانیایی که در خارج هستن. اگر شما رفتین فقط دنبال زندگیتون، به دنبال زندگی شخصیتون هستید، خب اصلا دیگه ما با شما حرفی نداریم. شما مطمئنا ایرانم دوست دارید، خیلی خوب، هر وقت هر کاری تونستید بکنید از دیدگاه خودتون. اما اگر مدعی هستید که شما دارید برای کسانی که در داخل در فشار قرار دارن و میبینید که مملکت نابود میشه، میخواید کاری بکنید، یا کارهایی کردید، من میگم این کاراتونو یا نذارید شما رو بیراه ببرن، سرتونو کلا بذارن، وقتتونو بکشن، و یا اینکه مشخص بیاید بگید که چه کمکی میتونید بکنید که هرچه زودتر ما به این وضع خاتمه بدیم، و اگر دلتون خواست دوباره بتونید برگردید، و یا اگر اینجا موندید الان به عنوان بدنامترین کشور کره زمین نباشید که میرید توی بانک یا میرید در یه فرودگاه ازت میپرسن کجایی هستی، سرتو بندازی پایین بگی ایرانی هستم. میخوام بگم سرتو بگی بالا، بگو من ایرانی هستم، افتخار بکنید. ما الان هیچ دلیلی برای افتخار کردن نداریم، هیچ. یک کشور بدنام، یک حکومت دزد فاسد، یک حکومتی که تمام منطقه و جهان رو به آشوب و ناامنی کشونده، و بعد هر خبری از داخل میاد جز پستی، جز حقارت، جز دزدی، جز خرابکاری نیست. بنابراین هیچ دلیلی هم برای افتخار کردن نداریم. در نتیجه چوب بدنامی عملکرد داخل رو ما که در خارج هم هستیم داریم میخوریم، بچه های ما هم خواهند. نقش ایرانیان در این لحظه اینه که مشخص پشت یک تئوری، پشت یک آلترناتیو قرار بگیرید و هر جور که میتونید، هر با هر توانی که دارید حمایت کنید تا پیروز بشه. بدون هزینه هیچ کسی به هیچ جایی نمیرسه. شما میخواید برید یه دونه رستوران خیلی شیک باز کنید، هزینه شو باید بدید، و الا آرزو خیلی ها هست که هم چیزی داشته باشن. شما ماشین خوب میخواید، باید هزینه شو بدید. شما یه لباس میخواید، یه نون میخواید، باید هزینه شو بدید. نمیشه شما یک چنین درخواست بزرگی داشته باشید، آزادی خودتون، سرزمینتون، ملتتون، ولی هزینه هم نمیدید. اگر وقت کردید تفننی دوتا برنامه رو نگاه میکنید، یا دوتا عشق میریزید، یا دوتا بریش اون مصاحبه کننده و مصاحبه شونده میخندید. بنابراین نقش ایرانی ها اینه که خودتو بشناس،
ارزش خودتو بدون و بعد انتخابتو بکن به درستی با خرد خودت، نه با باورت، نه با دینت، نه با تلقین، نه با مخشوی. انتخابتو روی خرد، با خرد اندیشی، با نیک اندیشی انتخاب کن. انتخاب کردی بقیه رو بریز دور دیگه، وقتتو تلف نکن برای جاهای دیگه، برو پشت سر همون تا اون قدرت بگیره، تا اون بتونه ارتباط بیشتری با مردم برقرار کنه و بعد مردم داخل این امید رو داشته باشن که دیگران، فرزندان ما در بیرون دارن واقعا با توانشون برای ما کار میکنن. اون وقت به حرف ما گوش خواهند داد. و بعد ما دو تا الان برنامه داریم، گفتیم چون شرایط در خطر خیلی شدید قرار داریم، هم 20 فروردین داریم هم اول آبان، فعلا اولین جلوتر اول آبانه، میخواید بیاد دست به دست هم بدیم اول آبان مردم رو آگاه کنیم. مردم که آگاه شدن گفتن و پذیرفتن که بله یک نظام آلترناتیو انسانی ایرانی میخواد بیاد این اشغالگرا رو بیرون کنه و جانشینش بشه، خب اونا هم اگر صدای ما رو صدا کردن، این صدا به گوش همه جهان هم میرسه. این وظیفه داخل و خارج است. ما در خارج باید اول این صدا رو بلند کنیم، بفرستیم به داخل، داخل این صدا رو بگیره، پژواکش رو ما بشنویم. اون وقتی که ما با هم هماهنگ شدیم و دولت هم تمام جهان هم میدونه که ما یه آلترناتیو ایجاد شده، و الا ما برای خودمون حرف میزنیم، اونا هم دارن مرتب هر روز سرخورده میشن، کتک میخورن، مال و زندگیشون از دست میدن، در فقرن، هیچ اتفاقی هم نمیفته جز اینکه مملکت نابود خواهد شد. این نظر من است. به هر حال جناب، با تشکر از جناب اشکان تشکری که از 11 کتاب دو کتاب رو در دو جلد به عنوان پادشاهی مردم به رشته تحریر دارن. جناب آقای ساگینیان، نظر شما درباره نقش ایرانیان درون مرزی و برون مرزی به عنوان یک به هر حال رسانه‌ای که پژواک آنچه که در داخل کشور رو داره به جهانیان میرسونه به چه گونه است؟ آیا فقط از طریق تظاهرات، از طریق پشتیبانی از آنچه که در حال حاضر در این رستاخیز مردمی که ممکنه به فجایع سرکوب هشتر شبی بیانجامه، اگر دیر بجنبن ما به چه گونه باید عمل بکنیم؟ نظر خودتون رو بفرمایید. موضوع اول، موضوع آلترناتیو، فقط یک آلترناتیو هست و اون آزادی ایرانه، بقیه کشکه. آزادی ایران فقط تنها آلترناتیوه. موضوع دوم، چگونگی رسیدن به اون آزادی. هر کسی که مدعیه که میتونه این کار رو بکنه، بایستی ادعای خودشو به صورت برنامه نوشته به ملت بده که ملت پشتش بیسته. آقای تشکری این رو نوشته به صورت قانون، به صورت کشورداری، من نوشتم به صورت قانون اساسی. چگونه بایستی کرد؟ با صلوات و سلام نمیشه، با خون ریزی خواهد شد، راه دیگه ای وجود نداره. چون کسانی که ما متهم میکنیم راه دیگه ای جای فرار نداره، این آخر خطشونه، تا آخرشون خواهند جنگید. با کسی که اسلحه در دست داره با خواهش و تمنا نمیشه طرف شد، بایستی با اسلحه طرف شد. اسلحه چه اسلحه‌ای، هر چی باشه فرق نمیکنه. اگر یادتون باشه، اگر کسانی که میشنون، به زبان فارسی ترجمه شده بود به نام انقلاب حیوانات و به زبان انگلیسی نوشته شده بود به نام Animal Farm که داستان انقلاب شوروی رو نشون داد، بیان کرد. ما با ملت بایستی همونطوری که حیوانات در اون داستان به پا خیختن و همه رو بیرون کردن، ملت بایستی با هم دیگه بجنگ. خارج چی میتونه بکنه؟ من بهتر از اونی که آقای تشکری الان گفتن، بهتر از اون نمیتونم بگم، کاملا همه چی رو مشخص کردن. تنها چیزی که میگم، دوتا کتاب ها آماش مشخص هست، کتاب ها مشخص هست، مردم بایستی راه خودشون تصمیم بگیرن. هیچ کسی نمیتونه براشون تصمیم بگیره، خودشون تصمیم بگیرن، خودشون اجرا بکنن، وگرنه هیچی انجام نخواهد شد. با سپاس از جناب مهندس ساگینیان، نظر مهمانان محترم، الزاماً نظر پادیاوند و کانون هماهنگی نیست، بلکه شخصیت هایی که ما در این برنامه
دعوت میکنیم بر این هستن که نظریات خودمون به عنوان فرهیختگان آزاداندیشان بتونن بیان بکنن. یکایی که دوستان یکایی که افرادی که این برنامه را میبینن بر حال از این نظر فراخانی هست که بتونن در این برنامه شرکت بکنن و چالشی اگر دارن بر این برنامه ریزی شده برنامه آنچه که برنامه ریزی شده و اینه که به چگونه باید ایران رو در این وضعیت بحرانی مدیریت کرد رو میتونن در این برنامه ها شرکت بکنن و دربارش صحبت بکنن. و آنچه که مطرح هست بر اینه که قلم و اندیشه ما در از در پیکار بوده و خواهد بود. اگر آنها بر روی ما آتش بگشایند هر فردی میکنه از خودش دفاع بکنه و این دفاع و پدافند مردمی خواهد بود. با تشکر از یکایک که دوستان که در این برنامه با ما همراه بودن، جناب تشکری و جناب مهندس ساگینیان، امیدواریم روزها رو به خوش بگذرونید، به امید روزی که بهار آزادی و نسیم بهار آزادی که ما امروزه میبینیم با سیل مردمی توأم بشه و سال آینده همینطور که یهودیان میگویند سال آینده در این جشن آزادی که ما با یکایک یهودیان این رو تبریک میگیم روزی برسه که همینطور که ما نوروز باستانی در کنار عید و جشن پسخ جشن میگیریم در کنار یکی از دو ملت یهود و ایران در سال آینده همینطور که در یروشلایم یا در اورشلیمی که بازسازی شده همینطور در کنار تخت جمشید بتونیم این ندای مردمی رو برسونیم و با یکدیگر این رو جشن بگیریم. با امید آن روز به همه در رأس آن زنان ایران هستند که در حال حاضر در این وضعیت وخیم پشتوانه مردان هستند و ما ایرانیان برون مرزی از طرفی جدا چشمامون پر از عشق هست و آنچه که در حال حاضر در ایران داره میگذره و امیدواریم که این بهار آزادی، نسیم بهار آزادی به یک بهاری تبدیل بشه که در آن آزاد و برابری و برادری توام باشه. تا برنامه دیگر از پادیابند با ما باشید. پاینده ایران. با سپاس از دو مهمان عزیز، آقای تشکری، آقای سبیلی.